اسمم پویاست و دنبال یه جامعه‌ای هم اسم خودم هستم و دارم این کانال تلگرام رو هم راه میندازم تا ببینم کیا مثل من فکر میکنن. تو شرق آمریکا یه جای شبیه شمال خودمون زندگی میکنم، اما متولد شیرازم و بخش زیادی از عمرم اونجا گذروندم. نمیگفتیم خودشون میفهمیده. اینم نگاره، خواهر کوچیکم و البته همیشه حواسش بهم هست. میخوام بخشی از زندگیم رو با شما شیر کنم. به اشتراک بذارم. آره خوب، من و رفقام و البته نگار ما یه دفعه با هم قرار داریم و سعی میکنیم خوش بگذرونیم. هرچند گاهی بحث بین اون بالا میگیره، ولی اونم یه جور خوشگذرونیه واسه ما. واسه تو. راستش نگار وجدان بیدار منه و اگر همچنان تو فکر من سرک نکشه، باید بگم نمیدونم اگه نبود چی میشد. خواهر به این خوشمزگی و خوشفکری تو عمرم نداشتم. آخه اصولا من هم یه خواهر بیشتر ندارم. مواظب باش. ببخش. خدا حفظش کنه. تنها مشکلش هم اینه که خیلی درگیر تکست دادن به دوستاشه. ایشون فرشادن، یه جورایی خیلی قبولش دارم، ولی به روش نمیارم تا دوچار خود بزرگبینی نشه. خیلی آدم مثبت، اهل خدمت و فعالیت‌های اجتماعیه. توی کارخونه کار میکنه و خیلی وقت نیست که از ایران اومده، ولی خوب تو محیط جدید جا افتاده و فعالیت میکنه. آها، راستی کوهنوردی هم خیلی دوست داره. راستش قبل از اینکه فرشاد بیاد دنبالم، باید یه فلش بک بزنم به امروز صبح. هر روز قبل بلند شدن یه سری به فیسبوک میزنم. راستش اصلا یادم نبود. اوه، تولد فرشاده که. خدا. نگار. نگار. و البته پیدا کردن نگار با تکست کار راحت تریه. من نمی‌فهمم تو صدای داده منو نمی‌شنوی، ولی با صدای تکستم عجب غریبی. داداش گلم، صبحت بخیر. میبینم دوربین مخفی کار گذاشتی، منو زیر نظر داری. حالا چی شده نقش زنگ ساعت رو به عهده گرفتی؟ من که کوکت نکرده بودم. نه بامزه، تولد فرشاده. گفتم قرار امشب رو به یه جشن تولد سورپرایزی تبدیلش کنیم. میتونی یه جور با شیدا هماهنگ کنی؟ چرا خودت این کارو نمی‌کنی؟ من با فرشاد هماهنگ میکنم، با هم بیام که دیرتر بیارمش. خسته نباشی. حالا یکم بخوابم. این شیداست، دانشجوه. بس دیگه پویا، فرشاد اومده پایین منتظرته. خب نشد شیدا رو معرفی کنم، ایشالله سر فرصت باید برم پیش فرشاد. میتونیم بعد از ظهر واسه قرارمون بیایم خونت و ضمناً من یکم زودتر بیام تا یه کارایی برای تولد فرشاد بکنیم؟ از لحاظ خونه مشکلی نیست، ولی میشه خودت رو پویا بری خرید؟ حالا اول مسواکتو تموم کن بعد جواب بده. نه نمیشه، میخواد فرشاد رو ببره معطلش کنه. وقت داره میای خبر بده. چطوری فرشاد خوبی؟ مرسی خوبی؟ مرسی شکرم علی، همه چی؟ من بابام خوبم، مرسی. نگار جان خوبه؟ همه خوبن، سلام میرسونم. شما چطوری؟ خوبه؟ خوبت، مرسی، متشکر. خب کجا بریم؟ من کار نیمه تمام دارم، انجامش بدم بعد بریم. باشه. داشتم میگفتم، خواستم شیدا رو معرفی کنم. صبر کن، باز پویا یادش رفت معرفی کنی. پویا یادت رفت منو معرفی کنی؟
ها ببخشید، این خانم دست راستی شیداست. دست راست از کدوم طرف؟ ها؟ هیچی بابا، منو میگه، من شیدام. بریم. ایشون شیداست، دانشجوه و به ظاهرش هم یکم بیشتر از من توجه داره. با وجودی که سرش خیلی شلوغه، هم دنبال کاره، هم دست از فعالیت اجتماعی برنمی داره. شاده شاده و علاقمند جدی به زن و به کوبه. کلن روحیه جمع ماست. خیلی گیری نداره، ولی اگه به چیزی گیر بده... از وقتی که اومدم آمریکا تولدم رفت تو فضای مجازی، اصلا فکر نمی‌کردم که یه بار شما واسم تولد بگیرید. مرسی، متشکرم، خیلی ممنون. حالا شما بتون بهش من بچا راستش با شمپو کردن مشکل دارم. ببین ما هم فوت کنیم شما رو. دوباره بحث منو چیه؟ بحث منو ما
حالا بعدم بهتون میگم. خب باشه، بریم شب ما هم فوت کنیم پس. برو برو برو. یه دو سه. خود خود خیلی خوبه. سلامت باشی. سلامت باشی. سلام 20 سالگی. مرسی. خاطر سن زیاده ولی تو. خب من این کیک رو برش بزنم. حالا این کیک رو برش میزنید من بگم بحث قضیه من و مای چی بود؟ آره من از چی بود بقولم؟ یه دفعه یه من و مای وسط اومد. میتونی همین بذاری تو اون یکی. برای اونجا که میگفتم مثلا برای تو برنامه مدرسه کار گروهی داشتیم بعد چهار تایمون بودیم و باید یه پریزنتیشن درست میکردیم، یه برنامه که جلوی کلاس بگیم. بعد تا دقیقه آخر خلاصه که نه کسی جواب داد که کی جمع بشیم کی کار رو انجام بدیم که درس بخونیم با هم، که هیچ کی جوابم نداد دیگه، مجبور شدم خودم تنهایی بکنم. ولی اگر از اولش میدونستم نمیذاشتم دقیقه آخر بشه. میدونی؟ آره. نه آره میفهم. واقعا یه سری کارهای گروهی هست، اصلا میگم دادم ترجیح میده خودش کارشو بکنه، ولی یه سری چیزایی هست مثلا کارهای گروهی مثلا مدرسه و اینا، من حس میکنم واقعا من خودم مثلا تجربه کردم یه سری کارهایی که مثلا بعد یه پروژه بکنی، مثلا یکی بعد نقاشی بکشه براش، یکی مثلا بعد فلان کنه، خیلی کمک میکنه اگه مثلا گروهی باشه. میدونی اگه مثلا بدونن همه چه فعالیتی دارن، چه کمکی میتونن بکنن، خیلی سریع‌تر انجام شد. مگه اگه قرار باشه همه رو کار خودم بکنم، ترجیح میدم از اول بدونم که نخوام دقیقه آخر هلهلی همه چیز رو قاطی پاتی درست کنم. و غیر از این که حالا یه سری وقتا هست که واقعا یه سری مشکلات هست که مثلا پیش میاد براشون، میدونی اون از دست ما خارجه به نظر من، اون که هیچ. ولی یه سری وقتا هست که مردم مثلا تنبلی میکنن یا هی عقب میندازن، یا باید به خودشون مستقیم بگی، چون به هر حال کار گروهی نیاز به فعالیت دارن، نیاز به همکاری دارن. باهاشون تا حالا صحبت کردی که مثلا ببینی چرا مثلا تنبلی کردن، چرا نیومدن؟ آره خب بعضی از موضوعا بوده که یه مشکلی پیش اومده، یا مشکل خانوادگی داشتن، یا یه مشکل تایرشون پنچر شد دیگه، اینجور چیزا پیش میاد. ولی خب آدم بحث اینه که آدم بتونه حساب باز کنه روی بقیه. میدونی؟ آره. خیلی آدم اگه نتونه حساب باز کنه که اصلا کار گروهی به نظر منم به درد نمیخوره. ولی خب میگم باید مشخص شه که مثلا مهارت بقیه تو چی چیه. میدونی؟ مهارتشون اگه هست که مثلا توی یه کاری انجام بدن، که بعد خیلی سریعتر کار پیش میره اگه همکاری کنید. اگه هم همکاری نکنید، به نظر من بهترین راه مثلا برای کلاس، برای پروژکته که تو میگی، اینه که صحبت کنی باشون. میدونی خیلی صحبت کنی خب خیلی راحت تر میشه کار. به قول خودت تکلیفت مشخص میشه. میدونی؟ آره. پس بیا همکاری کنیم، میزو بچینیم تا نیومدن. گروهی من احساس میکنم وقتی کار گروهی شکل میگیره و کارم گروهی ادامه پیدا کنه. مثلا خیلی از کارها هستن که اصلا تک نفره قابل مسابقه دادن هستن، یعنی مسابقه میدن همه با هم بابتش. علم مثلا همه دوست دارن که علم برن با هم مسابقه دادن. چرا؟ چون علم چیزی نیست که تموم بشه. برای کار گروهی اول باید یه سری ویژگی های فردی رو پرورش بدی. ما وقتی میخواییم وارد گروه بشیم باید یه توانایی داشته باشیم، به هر فردی یه سریاش باید داشته باشیم، یه تعدادش هم توی خب توی راه مثلا از زمدی یاد میگیریم، با هم تجربه کسب میکنیم یاد میگیریم، مثلا بعد یاد بگیریم فداکاری کنیم. مثلا کار گروهی اولین چیزی که لازم داره فداکاریه، که مثلا من بیام از وقتم بزنم، از انرژی بزنم، حتی از اگه تنها باشم شاید مثلا توی امتحان، توی پروژه مثلا اگه تنها باشم شاید نمره بالاتری بگیرم، ولی توی گروه شاید نمره‌ام بیاد پایین‌تر. ولی برای اینکه مثلا یادگیری دیگه هم داشته باشم، ممکنه شاید بخوام فداکاری کنم، به یه جایی برسم که حتی نمره‌ام پایین‌تر باشه، ولی با اون گروه، با اون دوستایی که هستم یه چیزی جدید یاد بگیرم. برای ترم پیش من با 4 تا بچه دیگه داشتیم توی گروه یه پروژه داشتیم بعد انجام میدادیم. دقیقه آخر هیچ کدومشون جواب ندادن، من نمیدونستم چی کار میخوام بکنم، کدوم تیکر رو میخوان اونا بگم، کدوم تیکر رو نبگم. خب یه چیزایی که باید قبلش حرف زده بشه، باید انجام داده باشیم،
تمرین داشته باشیم، ولی اینو وقتی که نداشتیم دیگه من مجبور شدم همه کار تنها خودم بکنم. ولی اگه از اول میدونستم. خب چی شده بود که نیومده بودن؟ چیزی گفتن؟ چرا نیومدن؟ چیز خاصی رو گفتن؟ نه چیزی نگفتن، ولی خب نپرسیدی شما؟ نه من دیگه نمرم رو گرفتم. ایوه خراب شد ولی شاید مثلا واسه گروه درست کردن یک چیزی که مهمه اینه که افراد هم فکر تو گروهمون باشن. ما اولین چیزی که در نظر میگیم هممون می‌خوایم یه کاری رو انجام بدیم، یه سری به یه موضوع با هم به توافق رسیدیم که می‌خوایم اون کار رو انجام بدیم، باید هم فکر باشیم. پروفسور یا معلم نمیاد بشینه تک تک بالا فکر نکنم، بیان بشینن تک تک ببینه مهارت کی به کی می‌خوره، کی با کی مچ میشه. چهار نفر انتخاب می‌کنه می‌ذاره توی گروه میره. آخه اون تو اون شرایط چجوری میتونیم ما بهترین نتیجه رو بگیریم؟ مهارتش رو نداره چجوری؟ کمک کنیم یا پیدا کنیم برای مثلا خیلی مهارت رو منم ندارم ولی میرم سرش میکنم پیدا میکنم. منم موافقم با پویا، با تشویق و همراهی کردن اونا هم این قابلیت رو به دست بیارن که همراه بشن با ما توی گروه. ولی کار گروهی باز خوبی ها خودش رو بیشتر داره. اینکه مثلا ما از ابعاد متفاوت یه موضوع رو میتونیم ببینیم. مثلا الان شما که این برنشستی این برای کیک رو میبینید که فقط این کیک سالمه، ولی من رو نگار که این برای میبینیم که این کیک برش خورده، پس یه چیزایی زیاد میگیریم. و حتی از این قسمت ها رو وقتی که روز اول به یکی میدیم اگه اون کارشو درست انجام بده تو خیلی خوبه، تو قسمت خودت رو میری یاد میگیری، تجربه میکنی، حتی میری توی اینترنت نگاه میکنی و خب یاد میگیری انجامش میدی حتی از درس. ولی قسمت های دیگرون رو بعدن که اونا انجام دادن میان به تو هم به اشتراک میذارن، خب میگن خب آقا جون تو هم یاد میگیری اونو. بله اگه قرار شد خود تنهایی انجام بدی تمام اون چیزها رو باید خود تنهایی انجام بدی. ما تاکید روی فرد نمی‌کنیم، هممون با هم دیگه هستیم، داریم با هم دیگه یاد می‌گیریم، داریم با هم دیگه فداکاری می‌کنیم، داریم با هم دیگه می‌بخشیم چیزایی رو و یادگیریمون خب بیشتر میشه. یه چیزی بی ارزش رو بدیم، چیزی با ارزش‌تر به دست میاریم. پس من برم تنهایی یه چای بریزم و بیام. یکی از دوستان هست تو دانشگاه، اونم بنده خدا مرسی ازم. پدرش خیلی خانواده خیلی شرایط خوبی دارن، ولی بعد از اینکه 18 سالش شد به عبارتی گفتن دیگه نمیتونی تو خونه باشی. بنده خدا مجبور شد الان توی یه رستورانی کار میکنه و خب هم مجبور شده نصف کار بکنه نصف درس بخونه، میدونی؟ پس این مثال به نظرم افراطی فردگرایی میشه. که فرد باعث میشه فرد رو واسه همون صحبتی که شما کردی وارد رقابت بشه، باید بخواد مسابقه بذاره برای همه چی توی جامعه. تو اینکه ممکنه اصلا بعدا دیگه همین رقابت که مثلا انجام داده باعث بشه که خانواده از هم دور بشن. این فرد مثلا الان نسبت به خانواده‌اش احساس دور کنه و این اتفاق میفته. توی آمریکا افراد تنها میشن به خاطر همین رقابت. مثلا ممکنه مثلا برادر خواهرش میشناسه ولی مثلا دختر خاله پسر خاله‌اش دیگه نمیشناسه. یعنی تو فردگرایی فقط همیشه رقابته؟ فردگرایی افراد میره به سمت رقابت. این به فردگرایی وقتی افراطی میشه بده. اینکه فرد مسئولیت‌های خود مثلا مسئولیت پذیر باشه، اینکه استقلال داشته باشه، بتونه مثلا از نظر اعتقادی دین خودش انتخاب کنه، بتونه کار خودش انتخاب کنه، رشته تحصیلیش انتخاب کنه، اینا هیچ کدوم بد نیستن. ولی وقتی بعد میشه مثلا خانواده میذارن همه مسئولیت میذارن رو دوش خود اون فرد، میگن مثل دوست تو، میگن خب حالا برو خودت هر کاری دوست داری بکن دیگه، هر کاری مثلا هر چی سه بلا سرت اومد با خودت. میگن همه تجربات تو تجربیات خانواده ها کردن ولی هیچی در اختیار تو نمیذارن، همه رو برو از اول خودت تجربه کن. گروهی من اولا فکر کنم صحبت کردم اول که با هم نشستیم ما باید سری ویژگیایی رو داشته باشیم، مثلا فداکاری صحبت کردیم، اینکه مثلا انقطاع داشته باشیم، اینکه مثلا خالصانه اگه یه تجربه داریم چه منفی چه مثبت تو جمع بیان کنیم. شاید برای من منفی بوده، شاید من شکست خورم، ولی توی اون جمع ممکن مثلا برای یه نفر دیگه موفقیت آمیز باشه. ما اینجوری مثلا تو گروه وقتی صحبت می‌کنیم بعد اون صفات روحانی داشته باشیم که مثلا
کمک کردن، از مثلا خود از خود گذشتگی، از پول، شاید مثلا دوستامو دعوت میکنم بریم یه تفریح، یه مثلا جشن، مثلا مهمونی باشه، ولی بخوایم یه شب بریم کمک یه نفر کنیم، از اون مهمونی کوتاه بیایم تو، ولی یه کار خدمتی انجام بدیم، این خیلی مثلا ارزشش بیشتره. پس میتونیم بگیم مهمترین چیز ویژگیه تو کار گروهی، یعنی ویژگی افرادی و جمعی نسبت به هدفی که دارن. آره، هم فردی هم جمعی، یعنی هدف بعد یکی باشه، ولی این ویژگی بعد این یکی باشه در رابطه با یک هدف. مهارت ها مهم نیست که چه مهارتی دارن، مهم اینه که هدفشون مشخص باشه و کنار همدیگه با توازو آره و با یادگیری در عمل داشته باشن. بیا ما مثلا من و پویا میخوایم تصمیم با هم یه کار گروهی انجام بدیم، نگاه نمی کنیم که مثلا من چقدر توانایی دارم، چقدر پویا توانایی داره، با هم دین به این نیت که با هم داریم یاد میگیریم و کار میکنیم پیش میریم. این خیلی مهمه و اینکه رقابت نداشته باشیم با هم تو گروه. خب بچه ها یه چیزی بخورین دیگه. اومدیم تولده رو شدیم. آره اخبار گفتم. مرسی. شما نظرتون چیه؟ تنهایی کار کردن رو ترجیح میدید یا جمعی؟ من یا ما؟ لطفاً برام کامنت بذارید. فعلاً.